یک رئیس قبیله سنی متعصب متشدد در سودان، یک نفر ایام محرم اونجا بود، این قضیه را نقل کرد. گفت این رئیس عشیره وهابی متعصب متشدد شیعه شد، که خیلی عجیب بود و ایجاد یک موجی کرد در سودان این قضیه. بعدا معلوم شد شروع قضیه این بود. یک شبی این حاکم خواب بوده، در عالم خواب صحرای محشر را می‌بینه، قیامت. دیده بود همون وصفی که در کتاب‌ها برای قیامت نوشته شده، همون وصفی که نوشتن دیده، که آفتاب علی مقدار رمح، گرمای شدید. مردم و نفساه میگویند نمیدانند چه کار بکنند. و اذا بالمنادی ینادی غضوا ابصارکم لتجوز فاطمه بنت محمد. این در روایات ما هم داره. گفتیدم یک نور شدیدی صحرای محشر را فرا گرفت. ما خیال می کردیم غضوا ابصارکم یک امر تشریعیه، از برای احترام، احترامی برای صدیقه کبرا صلوات الله علیه. گفت نه، این نبود، و انما یک نوری صحرای محشر را فرا گرفت مانند نور آفتاب. که اهل محشر نمی توانند نگاه بکنند، قدرت رؤیت نداشتند، یعنی یک واقع تکوینیه نه امر تشریعیه. گفت حضرت زهرا صلوات الله علیها آمدن و عبور کردن از رؤوس خلائق و رفتن به سوی بهشت. بعدا منادی ندا کرد این شیعه فاطمه، شیعه های حضرت زهرا صلوات الله علیها همه روایت داره انها تلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط الطائر الحب الجید من الردی. می دانن شیعه هاشون کیه، شیعه هام همه به سوی بهشت رفت. منادی ندا کرد این اعداء فاطمه، یعنی سه نفر، گرفتنشون بردنشون به سوی جهنم. گفت من خواستم برم به سوی بهشت، دیدم نمیتوانم حرکت کنم، هرچی محاوله کردم دیدم نمیتونم. یک دفعه از خواب بیدار شدم، دیدم غرقم در عرق از هول و رعب و وحشت، غرق عرق. فکر کردم این خواب چی بود؟ این افرادی که بهشون امید داشتیم در حیاتمون، اونا بردنشون جهنم،
این خواب اول راه بود. فکر کردم بین صدیقه کبرا و بین اعدایشون چی بود؟ شاهد ما در این کلمه است. رفتم نوار خطبه حضرت زهرا را گرفتم. همین خطبه. این خطبه خیلی مؤثره. بنده شنیدم خیلی از خانواده ها شیعه شدن بر اثر شنیدن این نوار خطبه حضرت زهرا صلوات الله. یک نوار ممکنه مؤثر باشه. این نوار را شنیدم تکون خورد و رفتم تحقیق کردم، دیدم حق در تشیع. این آقا نقل کرد، شیعه شد و تا الان از قبیلش 60 نفر شیعه شدن ایام محرم. یعنی واقعش ممکنه یک مراجعات مسیر یک امت را عوض بکنه، یک غدیر مسیر یک امت را عوض بکنه.